سلام بیننده های عزیز صبحتان بخیر هنگام با جام جهانی است و خوشحال هستیم که شبکه جهانی تلویزیون آریانا یک بار دیگه یه ابتکار رو به دست گرفت در افغانستان و این مسابقات به صورت قانونی و ایبار انحصاری در افغانستان به نش میرسن رو جان صبحت بخیر صبح خودت بخیر خوش به برنامه علی جان کاظمی و فکر کنم 18 روز دیگه مونده به جام جهانی و بزرگترین رقابت ورزشی جهان که سی و دو تیم به رقابت میپردازن تا جام طلاعی جهان کسب کنن و فکر کنم 18 روز و نو ساعت و چند دقیقه دیگه شما تحمل کنین و بازی ها را به شکل قانونی زنده از طریق شبکه جهانی آریانا تماشا کنین با گردانندگی خوب علی جان کاظمی یکی از گردانده های موفق کشور و در کنار ازی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان تشکر رومل جان تشکر از شما بیننده های عزیز منتظر هستیم امروز دیگه کامنت های جواب میدم هر سوالی که در مورد جام جهانی داریم ولی در ابتدا همچنان که به رویا جان گفتم دیشب اگه بازی را دیده باشیم فینال جام باشگاه های اروپا بین دو تیم رئال مادرید و لیورپول در ورزشگاه المپیک کیف در شهر کیف برگزار شد که این مسابقه خبر خیلی نامید کننده برای مصریان و همچنان به هواداران تیم مصر و خصوص به علاقمندان بازی محمد صلاح که در یه آخر گل کرده و یکی از تابترین فوتبالیست های حال حاضر دنیای فوتبال بود و علاقمندان تیم های خیلی زیادی علاقمندی بودن تا محمد صلاح را به خدمت بگیرن دیشب دیده با برخوردی که با سرجیو راموس داشت از ناحیه شانه یا کتف مصدوم شد و پزشک تیم لیورپول گفته که محمد صلاح جام جانی را از دست داده خبر بسیار بدی است برای هواداران جام جانی چون همه ما شما بودن که تا محمد صلاح را در جام جهانی ببینیم و خبر خیلی خوبی است به حریفان تیم مصر که در گروه با تیم مصر حضور دارم امیدوار هستم که ما مثلا چون از نایه شانه است امیدوار هستم که بتانه به جام جهانی برسه و پزشکارش کار بکنن و بازی های رو در جامعه جانی ببینید یکی از بازیکنان مسلمان بود که واقعا تنها نه در بین مسلمان ها بلکه در تمام جهان محبوبیت خاص خود را کسب کرده بود و متاسفانه متاسفانه نه تنها مصری ها خیلی از مشوقانشان که در جهان حضور دارند اندوهگین شدن با این خبر و با احتمال زیاد جامعه جهانی را از دست خواهند داد. امیدوار که برگرده. چی سوالات مردم رومل جان اگر تا کامنت های شما رو روملجان جان میخونه و ما جواب میدم یک خبر دیگه از بازی دیشب باید بگیم که رونالدو بعد از بازی دیشب اعلام کرده که از رئال مادرید جدا خواهد شد و به تیم دیگر خواهد پیوست. یک خبر دیگر است برای هواداران تیم رئال مادرید که گفته آخرین بازیم بود در رئال مادرید و دنبال یک تیم جدید است. رونالدو تا به یک تیم جدید بره بعد از اینکه کپ رونالدو دیشب گرفت در حضور رسانه ها اعلام کرد که آخرین بازیم در تیم رئال مادرید است و فصل آینده رونالدو رو در تیم جدید خواهیم دید چی نظر داری علی جان ممکن است به کدام تیم برگرده یا به کدام تیم جدید میره یا با تیمی که از فکر میکنم منچستر یونایتد علاقمند رونالدو است تیمی است که رونالدو از او کشف شد و استعداد رونالدو در منچستر یونایتد کش شد و آقای الکس فرگوسن رونالدو را از پرتغال پیدا کرد و به منچستر یونایتد آمد در منچستر یونایتد رشد کرد نمو کرد نام کشید و به رئال مادرید پیوست فکر میکنم دوباره به منچستر یونایتد خواهد پیوست در حالی که تیم های بزرگی مثل پی اس جی پاریس سن فرانسه هم دنبال رونالدو است ولی علاقمندی رونالدو بیشتری است که تا به تیم ابتدایی خودش تیم منچستر یونایتد به دقیقاً بیننده های خوب ما میدانیم که شما از طریق تلویزیون ما رو تماشا میکنین همین و ما میخواهیم که شما همین کنون موبایل همراه تانه بردارین و سر بزنین به صفحه آریانا تلویزیون نتورک صفحه فیسبوک رسمی آریانا تلویزیون نتورک کامنت های تان روی ویدیو لایو ما بگذارین تا ما بتانیم کامنت های زیبای شما را به نشر برسانیم آ، آ، چی خوب میشه که شما بر ما بنویسین از کدام ولایت یا از کدام کشور با ما به تماس هستین سوالا در رابطه با جام جهانی را برام از ما بپرسین تا علی جان کاظمی بر شما جواب بگوین و اگر نظریات خاصی دارین در مورد جام جهانی میتونین با ما شریک بسازین هر سوال داشته باشین ما بر شما جواب میدیم شرط این است که شما برین به صفحه فیسبوک آریانا تلویزیون نتورک سفر لایک کنین سفر فالو کنین خودتان شریک بسازین و کامنت های زیبایتان ما بنویسین تا ما نشر کنیم یکی از دوست ما علی جان کاظمی سوال پرسیدن که به نام آقای هارون اکبری که میتونن همین کنون کامنت خود هم بخوانن سوال من این است که من تلویزیون آریانا را از طریق جلویز میبینم شما بازی های جام جهانی را پخش کنید قانونی است بیرون از افغانستان یعنی میتونیم از بیرون از افغانستان از طریق محورت تماشا کنیم یا خیر قانون نشراتی فکر میکنم تا جایی که من معلومات دارم هر کشوری که میخره میتونه برای داخل مرز خودش مسابقات خریداری کنه یا بیرون از تمام جایی که او شبکه نشرات داره باز هم ما این سوال تا نه با مسئولین تلویزیون در میان خواهیم گذاشت و همچنان با همکاران بخش فنی و تکنیکی ما که آیا ما در ماهواره و همچنان در ستلایت این مسابقات خدمت شما بیننده عزیز تقدیم خواهیم کرد یا خیر همکاران عزیز ما در بخش تکنیکی دارن روش کار میکنن و به احتمال زیاد تازه ترین خبر در این مورد اگه به دست ما رسید و همکاران عزیز ما که دارن فعالیت میکنن و کار میکنن روی بخش تکنیکی خبرشون رو بر ما رسید حتما در صفحه ما اعلام خواهیم کرد که در کدام بخش و در کدام ستلایت نشرات شبکه جانیار اینا رو میتونیم علی جان عزیز دوست عزیز ما به نام میر لطفلا ده سبزوال کامنت فرستادن گفتن سلام و احترام خدمت دوگرداننده و میر لطفلا هستم طرفدار بارسلونا هستم اما تبریک میگم برد ریال مادریده اینا ده توقع دارن که برنامه ها به شکل زنده پخش شود و امیدوار هستن که برنامه ها تمامش پخش شود تمامش ما پخش میکنیم اه, حتی یک روز چهار مسابقه است ما دو نیم شروع میکنیم تا ساعت یک شب و تشکری میکنیم از تمام همکاران ما در شبکه جهانی آریانا که این امکانات را در اختیار ما گذاشته و همکاران ما که در بیرون از پشت کمره کار میکنن به قول معروف دیگه جان از اونا میبراه. هم صدای ما میشینه ناگفته باید نگذاشت که ما جام جهانی را به طور قانونی و زنده از طریق شبکه جهانی آریانا پخش میکنیم و در افغانستان تنها رسانه که جواز قانونی نشر و پخش جام جهانی فوتبال داره تلویزیون آریانا است و این افتخار را ما داریم و در کنار از این افتخار ما یک افتخار دیگه داریم که آقای علی کاظمی در کنار ما میباشند در تمام بازی ها و بازی ها را به شکل خوب و با صدای خوبشان با گردانندگی خوبشان برای شما پخش خواهند کرد برای شما هم ما چیزهای در نظر گرفتیم برنامه های را در نظر گرفتیم که شما میتونید در کنار آقای علی کازمی برای یک بار در یکی از برنامه ها قرار بگیرین بتانین از فن بیان که دارین از گویندگی خوبه که دارین در کنارشان از این بخش مستفید شوین و در کنار از ما کوشش میکنیم که چیزهای بیشتر برای شما بیاریم تا شما هم تشویق شوید که فوتبال با بیشتر این مزه و لذتش تماشا کنید تشکر ده. و همچنان برای بیننده عزیز باید یادآوری بکنیم که ویژه برنامه خیلی خاص داریم برای جام جهانی و همچنان در روزی که مسابقات شروع میشه ما برنامه های خاص داریم ما ایبار وقت خیلی زیاد داریم در اختیار ما تا بتانیم خیلی راحتتر با شما باشه و همچنان مهمانان خیلی عزیزی را خواهیم داشت چه بیرون از کشور و چه داخل کشور کوشش میکنیم بازیکن های تیم ملی فوتبال افغانستان مسئولین فوتبال مسئولین شبکه جهانی آریانا را در برنامه های مختلف داشته باشیم و از دیدن مسابقات لذت ببریم علی جان دوست ما به نام فهیم رحیمی کامنت فرستادن گفتند سلام شما آیا در آریانا نیوز هم پخش میکنید مانند لیگ برتر انگلیس که قبلا پخش میکردید نه خیر فقط در شبکه جانی پخش میشه و نیوز بیشتر میپردازه به رویدادهای خبری که در افغانستان و جهان است ولی خبرهای داغ و خلاصه مسابقات میتونن در نیوز و دوست دیگر ما به نام شفا همدرد کامنت فرستادن گفتن سلام به شما آقای علی کاظمی و در کنارش پرسیدن که ما از پنشیر هستم و میخوایم بپرسم که آیا خبر جدایی رونالدو از ریال مادرید حقیقت دارد یا خیر خود رونالدو اعلام کرده دی. خود رونالدو اعلام کرده بعد از بازی دیشب منتظر هستیم تا بعد از جام جهانی که آی رونالدو با رئال مادرید داد امضا خواهد کرد دوباره تمدید میکنه قرارداد خود یا به تیم دیگه میپیونه ما خوشحال هستیم که بیننده های ما از سراسر سر جهان با ما همین همی همی و کنون و کامنت میفرستن دوست عزیز ما به نام نسیم یوسفی از عربستان به ما کامنت فرستادن و ایشان نوشتند که بازی افغانستان چی وقت و یا کدام مربی نو قرارداد کردین یا خیر چون برنامه برنامه جام جهانی است ولی در مورد تیم ملی فوتبال افغانستان بگم که قرارداد آقای فیستر به پایان رسیده و فدراسیون فوتبال افغانستان ما در حال رایزنی هستیم با چند مربی صحبت کردیم تمام مربی ها مصروف جام جهانی هستند و الله بعد از جام جهانی مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان هم اعلام خواهد شد در رابطه با جام جهانی یکی از دوستای ما که با نام مستعار کامنت گذاشته بودن ایشان پرسیده بودن که تیم افغانستان چی وقت ممکن است راه بیا به جام جهانی و با تحت کدام شرایط به جام جهانی خواهد راه یافت باید بگم که آقای جیوان اینفانتینو رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در آخرین نشست خود با تمام رؤسای کنفدراسیون یک ماده ای را میخواین اضافه بکنم به اساسنامه جام جهانی که تیم ها از 32 تیم به 48 تیم ارتقا پیدا بکنه و سهمیه آسیا که 5 تیم است 4.5 تیم است به 9 تیم اضافه شود که در جام جهانی 2026 قرار است ای اتفاق بیفته و این خیلی شانس میده برای تیم های که تازه دارن انکشاف پیدا میکنن تا بتارن به تیم های مثل ایران، استرالیا، عربستان اضافه بشن در جام جهانی فکر میکنم آقای مومند هم میگه وقتتان به پایان رسید در اومل جان خیلی زیاد مومند یک کامنت بخونم یا وقت ما تکمیل است یک کامنت دیگر هم میگم یک کامنت دیگر هم میخوانم که دوست ما از کابل به ما فرستادن کامنت به نام غلام صدیق ایشان که سلام برادران عزیز روزتان بخیر غلام صدیق هستم از کابل در بازی دیشب سلا قزدن مزدوم شد آیا بازی کنه که ایشان را مزدوم ساخت جریمه نقدی خواهد شد یا خیر من فکر نمیکنم چون فوتبال است فوتبال مسائل, فیز... مسائل, فیزیکی داره ولی باز هم کارشناسا باید بشینن تحلیل بکنن و بعد از اینکه تحلیل کردن روش کمیته قضایی یوفا تصمیم خواهد گرفت که آیا راموس جریمه خواهد شد یا خیر تشکر رومل جان از خودت تشکر, هم از هموطنان عزیز ما تشکر از تمام همکاران عزیز ما و تشکر از دوستان عزیز که کامنت دادن کسایی که کامنت هایتون رو نتونستم بخونم در نویس حتما دیدین و فردا جواباشو برایتان خواهیم داد بخصوص کامنت هایی که خاصتا راجع به جام جهانی پرسیده باشه ما رومال جان میکنیم از حضورتان و ادامه برنامه سوب زندگی را تماشا کنید